جشن فراغت دانش آموختگان موسسه تحصیلات عالی کهندژدرکندز برگزار گردید. جشن دهمین دور فراغت دانش آموختگان موسسه تحصیلات عالی کهندژ با حضور شخصیت های علمی، مقامات دولتی، استادان پوهنتون، فارغ التحصیلان و خانواده هایشان برگزار گردید. عبدالقهار حسابی، معاون علمی و سرپرست پوهنتون کهندژ، بر اهمیت دانش، عقلانیت و خردورزی در سرزمینی که سالها گرفتار جنگ و خشونت بوده صحبت نموده، گفت که این نهاد علمی با توجه به اینکه یک نهاد علمی فراگیر و ملی است، صدها دانشجو در آن مشغول به تحصیلند. ما در نظر داریم تا در سال آینده با تخفیف ویژه جوانان را در رشته های موجود این مؤسسه جذب نماییم. رهبری کهندژ همان گونه که بارها گفته است، در صدد جمع‌آوری پول نه، بلکه در صدد گسترش دانش و علم است و عمدترین هدف ما رسیدگی به جوانان و رشد صداهای آنان است. مولوی صاحب نصار احمد نصرت، والی ولایت کندوز، جوانان را یک نیروی محرک جامعه خطاب کرده، از آنان خواست تا از طریق دانش و اندوخته هایشان مصدر خدمت واقعی به مردم و کشورشان گردند. انشالله من پدغاوی امیدیم، چون ملت پدغاوی امید دن لتاسو خدمت تا انتظار دن. کما پهانتونونا د کندوز ولایت کې دي، ان شاء الله دوی ټول ته موږ اطمینان ورکو. د موږ دروازه دوی په مخ باندې خلاصه ده، موږ د دوی په خدمت کې یو. سوی دیگر، برخی از بزرگان قومی در کندوز در این مراسم گفتند که دانشجویان تنها نیرویند که می توانند افغانستان را به رفاه و توسعه برسانند و از دامهای گسترده که در مسیر پیشرفت مردم افغانستان پهن شده بیرون ببرند. با گفته آنان، افغانستان کشوری است که تازه از بستر جنگ برخواسته و با سرعت تمام در تلاش جبران جنگ و خشونت های اخیر در کشور است که ناامنی ها از مردم گرفته است. ما مدتی هست در ظرف 50 سال یا 60 سال ملتی هستیم مقلد، تقلید از شرق و غرب میکنیم، در حالی که تمام نیازمندی ما را دین ما حل کرده است. برخی از فارغان این نهاد تحصیلی نیز به مردم اطمینان داده، آنچی را که آموختند در راه پیشرفت و رفاه این کشور به خرج خواهند داد. در فرجام، دانشجویان از دست استادان، مسئولان و شخصیت‌های علمی تصدیق نامه‌هایشان را دریافت کردند.